بچه ها سلام و درود، روز و شبتون بخیر. قراره تو این ویدیو در مورد حقوق توی آلمان صحبت بکنیم، اینکه چه حدی از حقوق رشته ما، تخصص ما توی آلمان میتونه داشته باشه و اینکه توی چند سال آینده حتی میتونه چقدر پیشرفت بکنه حقوق ما توی آلمان و همه مسائلی که مربوط به حقوق میشه و درآمد توی آلمان میشه رو سعی میکنم توی این ویدیو خیلی کوتاه در موردش بپردازیم. من از سایت استپستون امروز استفاده می کنم که یک سری ابزارهایی داره برای در واقع مقایسه و تخمین در واقع درآمد شما توی آلمان. خب من وارد سایت استپستون شدم و توی قسمت گهالت هستم، gehalt.html. این آدرسیه که باید توش برید، ولی خب ایزه بدید من اول برم توی صفحه اصلی استپستون تا بهتون نشون بدم دقیقا روی چه لینکی من کلیک کردم که به صفحه ابزارهای مربوط به حقوق و دستمزد رسیدم. انتهای صفحه اگر استپستون آلمانی رو نگاه میکنید نوشته Gehaltsinformationen. روی این لینک کلیک میکنید وارد این صفحه میشید و در واقع اینجا یک سری گزارشاتی در مورد حقوق در واقع حقوق ها و دستمزد های سال 2022، یه فایل پی دی افی هست، میتونید دانلود کنید مطالعه کنید. ببخشید و میرسیم به این چهار قسمت از در واقع ابزارهای درآمد و دستمزدی که میتونید شما مصاحبه بکنید و اطلاعات بگیرید، که این قسمت رو احتمالاً واردش نشیم ولی سه قسمت رو امروز توضیح میدیم. خب قسمت اولش که تقریبا میتونم بگم مهمترین و کلیترین ابزار استپستون هستش، گهالت پلانا هستش، که میگه که اگر همین الان شما توی آلمان شغلی داری یا اینکه میخوای یه شغل جدیدی پیدا بکنی توی آلمان، بهتر از این ابزار استفاده بکنی. یه فرمی هست، پر میکنی، من روش کلیک میکنم و اینکه میتونی اطلاعات زیادی به دست بیاری از اینکه چقدر میتونه حقوق شما باشه توی آلمان. خب اینکه داره یک نمای کلی نشون میده و بعد میگه 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. من روی این استارتن کلیک میکنم، وارد میشم. خب میگه که شما چه شغلی در واقع داری یا حداقل میخوای داشته باشی. فول سایت، تایل سایت یا زانستیگس. فول سایت یعنی تمام وقت، تایل سایت یعنی پاره وقت و زانستیگس یعنی انواع و اقسام دیگره در واقع قراردادها. ما الان میذاریم روی فول سایت و بعد میگه که در هفته چند ساعت قرار کار بکنین. معمولا قراردادهای فول سایت روی 40 ساعته، اما اگر شما اگر کاری ندارید توی آلمان در حال حاضر 40 ساعت رو همینطور نگه دارید، ولی اگر قرارداد داری میخوای حقوقتو دقیقتر متوجه در واقع میانگین حقوق بشی، همون ساعتی رو بزن اینجا که توی قراردادت نوشتی. قسمت دوم نوشته داین اکتوالس گهالت، حقوق فعلی که در واقع الان میگیری رو اینجا میتونی بنویسی. حتی اگر هم شغلی ندارید میتونید الکی یه عدد اینجا بزنید تا اون در واقع حقوق اصلی که حرفه و شغل شما میگیره رو در مقایسه با این عددی که شما اینجا نوشتید نشون میده تو دوتا در واقع عدد مقایسه ای. اگر شغلی ندارید کافی اینجا فقط بزنید 45,000 تا در واقع. و اینکه یک اصطلاحی هم اینجا هست به نام بروتو که من خیلی کوتاه اینو توضیح میدم. اینجا اول اینو بگم که یاغس گهالت یعنی حقوق سالیانه باید اینجا وارد بکنید و بروتو اینجا یعنی تمام حقوقی که توی قرارداد شما نوشته میشه. مهم نیست که چقدر قراره ازش کم بشه به عنوان مالیات، به عنوان بیمه یا بقیه در واقع کسورات یک حقوق. اینجا کلیات یعنی کل مبلغ درآمد شما در سال که توی قرارداد نوشته میشه رو باید اینجا بنویسید. اگر قرارداد دارید که عدد دقیقش رو بنویس، اگر نداری فقط اینجا به نظر من با 45,000 تا بزن تا بتونی یه مقایسه بگیری.
میگه اضافات چیزی هم هست که بهت بدن، مثل پاداش یا هر چیز دیگه‌ای که تو قرارداد معمولا ذکر میکنن. مثلا من می نویسم آره مثلا 4000 تا میخوان اضافه تر به عنوان پاداش هم احتمالا بهم بدن. و وی فریدن بیستو می دیزم که حال چقدر راضی هستی؟ حالا این خیلی فکر نکنم تأثیری داشته باشه. مثلا بزنید ایر اونس فریدن، نه خیلی راضی نیستم. حالا و قسمت بعدی که باید در مورد اون تخصصتون بگید که دارید چیکار میکنید و در واقع اون حرفه و هنر شما چیست. مثلا اینجا نوشته بروف، مثلا من میزنم انتویکلا، مثلا توسعه دهنده یا برنامه نویس تو ایران ما بهش میگیم، یا دیولوپر. و میگه که چند سال شما سابقه کار داری، میگه آسبیلدونگ رو و پرکتیکوم یعنی دورهای فنی حرفه اینا رو حساب نکنید، فقط کار، دقیقا جایی که شما قرارداد داشتی و کار کردی رو اینجا باید بزنی. مثلا شما تو ایران 3 تا 5 سال قرارداد کار داری، در واقع کار کردی و سابقه کاری توی همین رشته آسبیلدونگ در واقع انتویکلوم داری. مثلا من میزنم 3 تا 5، یا میتونید هر چیزای دیگه ای هم بزنید بسته به در واقع پروفایل خودتون. و اینگه میگه هست تو اکتوال پرسونال فند فوتونگ، اینجا یا اودا ناین، معمولا ناین بزنید. این پرسونال فند فوتونگ یعنی این که یک، حالا خیلی تخصصی میشه، البته من تعریف خیلی دقیقش رو نمیدونم، ولی اینو بدونید که بعضیا در واقع یک سری شغلهایی رو میگیرن که نتیجه اون کار رو شاید براش در واقع سابقه کاری ندارن، شاید براش مدرک ندارن، ولی تضمین میدن به اون شرکت که من توی اون تخصص مطمئن باشید که مثلا نتیجه خوبی به شما میدم. پس این مسئولیت رو شما به عهده میگیری که اون وظیفه رو بدون سابقه کار و بدون تخصص انجام بدی. میگه آیا شما داری اضافه چیزی که قول داده باشی به اون شرکت؟ میگیم نه. و بودجه فن فوتونگ، بودجه فن فوتونگ یعنی اینکه شما آیا یه سری هزینه های در واقع جاری زندگیت رو خودت میخوای به عهده بگیری یا نه کلا به عهده شرکت تمام حقوقی که میگیری، که ما هم اینجا میگیم نه، ما مسئولیتی نمیخوام داشته باشم روی هزینه ها. خب اینجا میخواد ببینه که کدوم شهر شما کار میکنی. خب میزنید مثلا من میزنم برلین به عنوان مثال جرمنی، یا شما هر استانی که مد نظرتونه شهر اصلیشو بزنید. و اینکه واسیست برانچ یعنی در واقع تو چه حوزه‌ای کار میکنه. مثلا من چون خودم تو حوزه انرژی کار میکنم اینجا میزنم انرژی. و تعداد همکاران یک در واقع اون شرکتی که توش هستید رو، یا اینکه حالا فکر میکنید احتمالا توش استخدام میشید در آینده رو میزنید. این اندازه یه شرکت رو تعیین میکنه که خب تأثیر داره روی حقوق. معمولا شرکت هایی که تعدادشون پایین تر حقوقشون کمتره، تعداد بالاتر حقوقا بهتر. البته این صادق نیست همیشه، بعضی اوقات هم استثنایی وجود داره. خب من مثلا میزنم 51 تا 250 تا. و مدرک تحصیلیتون میگه چه چیزی هستش، که من برای خودم مثلا مستر هست میزنم، یا شما بچلور برای لیسانس بزنید، دیپلم اگر دارید بزنید، دیپلم یونی برای فوق دیپلما بزنید اگر هستش، و کاین ابشلوس بدون مدرک تحصیلی هستم، میتل غایفه یعنی این که در واقع دبیرستان یا قبل از دبیرستان تقریبا فاخخ. البته اینا رو نمیشه دقیقا برابر کرد با مدرک های ایران، ولی خب اینا هر کدوم یک دانشگاهی، یک مدرسه، یک هنرستانیه. ولی خب معمولا ماها از دیپلم، بچلور یا مستر هستیم. تو این چند گزینه معمولا باید انتخاب بکنید احتمالا. و اینکه
میگه که تو چه قسمتی کار میکنی؟ من مثلا باید بگم تو قسمت آیتی کار میکنم احتمالا، اگر بتونم پیداش بکنم. اگر پیدا نمی کنید اون انتها زونستیگس رو بزنیم. حالا من الان زونستیگس رو میزنم، آیتی رو پیدا نکردم حتی تو این چند لحظه. و در چه دانشگاهی درس خوندی؟ خب احتمالش کمه که دانشگاهی تهران یا ایران اینجا باشه، اینجا فقط دانشگاه آلمان رو ظاهرا زده. بله شما اندقه رو بزنید. و اینکه نوشته جایی که تدریس کردی میزنید ایش هب ایم آوسلند اشتودیت، اگر داخل آلمان تحصیل نکردید آوسلند رو بزنید، یعنی که من خارج از کشور مدرک تحصیل رو گرفتم. و فکر میکنم آخرین سوالی هم که نوشته سال تولد رو نوشته، من برای خودم رو میزنم 1990. و اینکه جنسیت زن، مرد یا بقیه انواع دیگرش، من مرد رو میزنم و بعد روی دکمه گهالت پلانا گنریان کلیک میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم نتیجه خوبی بده. خب میگه شما فرم پر کردی که 49,000 تا میگیری، یعنی در واقع من زده بودم 45,000 تا بروتو به علاوه 4,000 تا مثلا در واقع پاداش و اضافات که بهم داده میشه. یه چنین چیزی من نوشتم، نوشته پریما یعنی عالیه، ایر گهالت لیگت گنز این دوش شنیتلیش، یعنی میگه که دوش شنیت در واقع میگه که حقوق شما کاملا روی در واقع دوش شنیت یعنی میانگین قرار گرفته، یعنی که شما شغل در واقع درآمد کافی داری میگیری، نگران نباش. یه چنین حسی بهت میده. حالا اینجا هم گفته که مینیموم چقدر میگیرن توی رشته شما، توی این اطلاعاتی که شما وارد کردی، و ماکسیموم چقدر میتونن بگیرن با این شرایط که 46,800 تا حداقل دارن میگیرن و به طور میانگین 52,400 تا دارن میگیرن و ماکسیموم 61,300 تا دارن میگیرن. یعنی در واقع یه خورده از مینیموم، از در واقع میانگین یکم پایین تر الان ما وارد کردیم. اینجا میشه اگر از اینجا تا اینجا 0 تا 100 بگیریم حدود 45-40% نزدیک به میانگین هستش. پس حالا شما میتونید برگردید و دوباره در واقع اطلاعاتتون رو عوض بکنید، یا اینکه مثلا حداقل چیزی که اینجا مسلما با هر جور که شما اون فرم رو پر بکنید به دست میارید اینه که مینیموم و ماکسیموم و میانگین این حقوق در واقع این شرایطی که شما وارد کردین چقدر هستش، به همین سادگی. خب این اولین ابزاری بود که توی سایت استپستون میشد به دست آورد. دومی در واقع بوتو نتو قشنا هستش. قشنا یعنی محاسبه گر، بوتو نتو یعنی که اطلاعات درآمدی تو برای ما بزن تا ما به شما بگیم که احتمالا در واقع نتوی شما چقدر میشه. یعنی بوتو رو وارد میکنی، یعنی کل درآمد رو وارد میکنی، نتو یعنی درآمدی که ماهیانه به حساب شما واریز میشه رو میشه این فرم به ما پس میده. من روی این لینک که کلیک میکنم میره توی سایت gehalt.de. gehalt.de یک سایتی هستش که کلا کارای درآمد و حقوقها رو نشون میده، مثل همون فرمی که ما الان توی استپستون پر کردیم هم اینجا هست. و حالا من اینجا این فرم رو یه بار پر میکنم تا متوجه بشیم که این داره چیکار میکنه. میگه حقوق بروتو تو اینجا وارد کن. ما مثلا دوباره من همون حقوق بروتویی که اون سری توی فرم قبلی وارد کردم اینجا میزنم، یرلیش و مناتلیش. من میزنم سالیانه 45,000 تا دارم میگیرم. یه قسمت خیلی مهمی که اینجا هست اشتایا کلاسه هست. اشتایا کلاسه در واقع یعنی کلاس مالیاتی شما چنده. من وقتی
خودم وارد آلمان شدم و رفتم ملده کردم، آدرسم رو ثبت کردم توی برلین، از سمت اداره مالیات برای من یه نامه اومد، کد مالیاتی منو برام اتومات خودش فرستاد و گفت شما ثبت شدی توی این اداره مالیات اینجا و اینکه کلاس مالیاتی شما به طور پیشفرض روی 4 هستش. چرا؟ چون حالا یک سری برای خودشون یک سری فاکتورهای محاسبه دارن که الان من باید کلاس مالیاتی این شخصی که تازه ملده کرده توی برلین رو چند بزنم. معمولا بر اساس سن و در واقع اینکه متأهل هستید یا نه و اینکه کار میکنید یا نه، معمولا اگر من اون موقع مجرد بودم و تو سن 30 سالگی بودم، برام زده بودن 4. معمولا اگر این حالت رو داشته باشید 4 براتون میزنن، حتی تو بعضی از مواقع متأهل ها هم هر دو رو 4 میزنن به طور پیش‌فرض. این فاکتوری که اینجا نوشته 1، من خیلی اطلاعات دقیقی ندارم ولی به طور پیش‌فرض بذارید همین 1 بمونه. میگه بچه دارید یا نه، من میزنم نه. کیشه یعنی در واقع شما پول مالی، در واقع یه پولی اینجا برای کیشه میشه اسمش، از میخوام کلیسا، میگه برای کلیسا شما پولی پرداخت میکنید یا نه، که معمولا ما ایرانی ها پرداخت نمی کنیم، همین رو 9 میمونه. کدوم استان یا در واقع ایالت هستید؟ برلین رو انتخاب میکنم. و میگه کدوم شهر هستید؟ دوباره من همون برلین رو میزنم. و میگه چه شغلی دارید؟ میزنم انتویکلا، یعنی در واقع بله انتویکلا برلین، بیشو بزرگ بزنم، یعنی در واقع دیولوپر. و اینکه میگه چه بیمه در واقع تأمین اجتماعی که مثلا ما تو فارسی تو ایران داریم، یا بیمه سلامتی که هستش، میگه دولتی هستش یا خصوصی. من خودم خب دولتی هست، کسانی که معمولا اینجا کار میکنن دولتی میگیرن، گزسلیش هست، و بقشنن میزنن. وقتی بقشنن میزنید این جدول براتون میاد و یه سری اطلاعات دیگه هم این زیر هست، بهتون با هم میخونیمش. اول اینجا رو دقت بکنید، بوتو گهالت گفته شما در سال 45,000 تا توی قراردادت نوشته که حقوق میگیری، و اینکه احتمالا ماهیانه بدون کسر هیچ پولی از شما 3,750 یورو باید بریزن به حساب شما اگر هیچ در واقع کسر نشه از حساب شما. و اینکه میگه شما حدود ابزوگ گزمت کسورات شما میشه حدود ماهیانه 1,337 یورو از حساب شما کم میشه و سالیانه در کل سال 16,000 تا کم میشه. پس اگر اینا رو از هم کم بکنیم به چه نتیجه میرسیم؟ اینکه شما از 45,000 تایی که در سال حقوق میگیری 28,900، یعنی حدود 29,000 تاشو دریافت میکنی، و این اگر تقسیم بر 12 بشه میشه ماهی 2,412 یورو به حساب شما واریز میشه. اینجا یه سری در واقع اطلاعات بیشترم هست که همون فرمیه که ما پر کردیم رو نوشته تقریبا، بله. و اینجا هم حالا نوشته که مالی در واقع بیمه شما چقدر کم میکنه، و اینجا اولی اشتویا شما چقدر هستش، این دقیقا مبلغ اشتویا است، مالیات که از حساب شما کم میشه، این مبلغی است که در واقع بیمه سلامت کم میکنه. یک سری بیمه‌های دیگه هم هست، مثل بیمه بازنشستگی هم هستش اینجا، این مبلغ برای بیمه بازنشستگی کم میشه. یک بیمه آبایتس لوزن فزیشغونگ هستش اسمش، که میشه بیمه بیکاری، این هم ماهیانه از حساب شما ماهی 45 یورو کم میشه. و پفلک فزیشغونگ هم خیلی دقیق راستش رو بخواین معلا معنیش رو نمیدونم چیه، ایزه بدید فلک فزیشغونگ، همین الان توی گوگل ترنسلیت بزنم ببینم
چیه؟ خیلی آشناس به گوشم ولی دقیقشون نمیدونم. بیمه در واقع Care Insurance پرشین میزنم، بیمه مراقبت یا مسئولیت یا چنین چیزی که اتفاقی براتون تو محیط کار اینا احتمالا بیفته. پس شد در واقع همه این بیمه ها و به علاوه مالیات جمعاً میشه در واقع 16,000 یورو در سال از حساب شما کم میشه. این همه محاسباتیه که البته خیلی دقیق نیست ولی خب خیلی نزدیکه واقعاً. اگر شما قرار دادید که میبندید 45,000 تا در واقع توش نوشته شده به عنوان بروتو، این حقوقیه که شما تو آلمان دریافت میکنید. خب اینجا هم که خب اومدن یک سری آگهی استخدامای دیگه ای رو احتمالاً از سایت استپستون آورده شده، احتمالاً جا آوردن که گفتن که چقدر حقوق میگیرن، این عنوان شغلی چه رنج حقوقی داره. تقریبا رنجش همیشه مشخصه تو آلمان، ولی واقعا اینکه برای شما چه اتفاقی میفته، این جدول کسورات چقدر برای شما تغییر میکنه، یه خورده شخصیه ولی قابل حدس تقریبا. خب من این صفحه رو هم ببندم، برگردیم به صفحه اصلی و بریم سمت خیلی کوتاه سومین ابزار در واقع استپ استون برای حقوق. اسمش هست گهالتس پتانسیال رشنه، یعنی محاسبه گر حقوق پتانسیال شما، یعنی که این پتانسیال رو دارین شما که تا چه حقوقی بالا برید، تا چه میزانی حقوق شما در سالهای آینده بالا بره. من روی این لینک کلیک میکنم و یه فرم خیلی ساده ای داره، اینو با هم پر میکنیم تا ببینیم مثلا چه اتفاقی میفته. اولین چیزی که میگه سن شما الان چند هستش. من الان مثلا 32 میزنم سنم هستش و میگه که در واقع چقدر بروتو در سال دریافت میکنید. من مثلا میزنم 45,000 تا مثل فرمای دیگه، چون ابتدای دوستانی که وارد آلمان میشن معمولا مهندسین با این حقوق حداقلی بلو کارت وارد میشن و واسه همین عدد میزنم. یعنی برای من بعد از 3 سال الان خب حقوقم بالاتره. و اینکه میگه تو چه در واقع حرفه‌ای کار میکنید. این حرفه خب مهمه چون آینده آلمان و این ابزار میخواد حدس بزنه که کدوم حرفه ها رشد بیشتری داره حقوقش توی آینده، اینکه چه پتانسیلی داره بازار کار اون حرفه، اون در واقع برانچ کاری. من خودم تو برانچ انرژی کار میکنم و روش کلیک میکنم. الان خیلی ساده اینجا دو تا خط رو هم کشیده. خط نارنجی نوشته بوندس دوش اشنیت، یعنی در واقع میانگین این ایالتی که ما الان هستیم توش، احتمالاً ایالت رو هنوز انتخاب نکردم، بوندسلند، جا من برلین رو میزنم. میانگین برلین در واقع همین نارنجیه هستش. بله، میانگین برلین ایزه بدید اینجا، این محور، اینجا محور سنه که مثلا برای خودش گفته شما از 18 سالگی یا 19 سالگی شروع به کار بکنی حدود 62 سالگی بازنشسته میشی. این 40 سال زمانی که توی در واقع آلمان کار میکنه حدودا. پس ما الان تو سن 32 هستیم و داریم چه حقوقی میگیریم اینجا وارد کردیم که داریم 45,000 تا من زدم. بله 45,000 تا. بله روی خط 45,000 تا وایستاده. بله این نموداره که این بالا میاد و خیلی دقیق نمیدونم چی نوشت، چرا به 45,000 تا اشاره نکرده و نوشته 60,000 تا بروتو هستش. بله نمودار نارنجی رنگ میشه نمودار برلین و نمودار آبی رنگ همون نموداری هست که پتانسیل افزایش حقوق وجود داره. من اجازه بدین لینک موسم اینجا نگه دارم. ببخشید متوجه شدم.
اینجا نوشته که ماکسیموم حقوقی که شما میتونی بگیری احتمالاً این نقطهش اینجاست. میبینید؟ تو سن 50 خورده‌ای سالگی آبیه و هست 60,000 یورو توی این رشته شما و این در واقع توی برانچ انرژی اگر کار میکنی تا 60,000 یورو تو سن 50 خورده‌ای سالگی بالای 55 سالگی میتونی بگیری که به طور میانگینش مثلا ماکسیموم 54,000 یورو میگیرن کارمندا توی این 40 سالی که کار میکنن. حالا من باز میتونم دقیق تر هم بشم بگم مثلا من آقا هستم تو برانچ آیتی کار میکنم در واقع داخل انرژی و بروس فیلدم هم اگر انتویکل آیتی رو میزنم به عنوان برنامه نویس و آس بیلدونگ هم میزنم مثلا مستر فوق لیسانس. خب حالا ببینیم چه تفاوتی کرد. تفاوتش اینجاست که همین الان این خط آبی حقوقی که من میگیرم همین الان با شرایط جدیدی که من الان وارد کردم حقوق من پایین تر از میانگین حقوق در واقع بردین هستش. مثلا اینجا من الان زدم تو سن 32 سالگی دارم میگیرم 45,000 تا ولی میانگین حدود مثلا فکر کنم 50,000 تاست. این عدد دقت نکنید، اینجا رو میگم اینجا 50,000 تاست بالاتره و میانگینی که من میتونم به دست بیارم همون 60,000 تاست، اما میانگین با این شرایط جدیدی که من وارد کردم توی حوزه آیتی در انرژی در واقع 73,000 تا میتونه در بیاره. پس میگه شما اگه الان قرار داده توی این سن الان قرار داده 45,000 تاست دیگه خیلی بتونی رشد بکنی تا اون حد میرسی. البته این خیلی دقیق نیست، این فقط یک برآورد کلیه که این سایت استپستون به شما میده. شما اگر تو همین شرکت بمونی شاید این روند برات بمونه، ولی اگر شرکت تو عوض بکنی خیلی راحت میتونی بپری روی این لاین بالاتر حقوق بگیری یا حتی خیلی بالاتر از میانگین یک استان هم یا یک ایالت هم امکان حقوق گرفتن وجود داره. بله این فرمی هست که میتونید بیاید پر بکنید و ازش استفاده بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنید، این پیج رو سابسکرایب بکنید و برام کامنت بنویسید. روزتون بخیر.